سلام و فرا خبر خوش آمدید در این برنامه از ظهور مجدد گروه های شده تا ایجاد گراه سومی طالبان در افغانستان چرا گروه های مرده حراس دوباره جان گرفتن؟ و دو در دلیل طالبان دی پدی که مولی اخت محمد منصور داله ده دا پدی که محمد رسول داله ده دا پدی که بل داله شده یخته دی چه جوره که ده Hay que dar cuenta de esas cosas. پس از سرباز زدن طالبان از نشست در میز های صلح با دولت افغانستان اکنون از تلاش های پاکستان برای ایجاد گروه سومی طالبان خبر داده می شود جنرال عبدالرزاق فرمانده پلیس قندهار می گوید که سرکشی طالبان از دستور پاکستان خشم این کشور را برانگیخته است از همین رو آی اس آی می کوشد تا گروه سومی طالبان را در افغانستان ایجاد کند افزون بر این اکنون نگرانی ها از ظهور دوباره القاعده در افغانستان بالا گرفته است فرماندهی ماموریت حمایت قاطع میگوید که القاعده فعالیت هایش را در برخی از بخش های افغانستان از اثر گرفته است مسئله ای که رئیس جمهور غنی نیز نگران آن است اما گروه های مهار شده چگونه توانستند دوباره خودشان را سر و سامان بخشند برای بحث بیشتر در این باره احمد سعیدی آگاه مسائلی سیاسی و عبدالقادر زازای وطن دوست از نماینده های مردم در مجلس اینجا با من حضور دارند خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز آقای سیدی آنچه گفته شد طالبان از دستور پاکستان سرکشی میکنند و از بحر این آیس آی در صدد ایجاد گروه سومی طالبان در افغانستان است واقعا این گونه با عرض سلام خدمت شما جناب آقای زازه و بیننده شما مسئولت های مترم جنال عبدالرزاق شنویدم باوری نه تنها باوری من بلکه همه مردم افغانستان می‌دانند که جنال عبدالرزاق قماندان قندهار برالوی که یک شخصیت های آگاه هست و تندوست است و ای است که امنیت قندهار را مستقم نگاه داشته حضورش در قندهار فعال است و در مورد گروه های توریستی معلومات کافی داره چون تانسته در وقت و زمانشون را سرکوب کنه اونجا که به می تعیید می کنم به شما شریک می سازم بعد از مرگ ملا عمر افشا شد گروه تحت رعاوری ملا منصور ایجاد شد با مخالفت یک تعداد طالبا به شمولی فامیل ملا عمر مواجه شد گروه دیگر از گروه جدا شد به نام ملا محمد رسول که شما می بینین که بینی خود جنگ های تا هنوز دارن اما از مدت یک ماه طرف زخمی کی اختر محمد منصور برداشته پاکستان به این نتیجه رسیده که دیگر اختر محمد منصور و نزدیکی ملا محمد رسول به خاطر همراه با گلبدین حکمتیار با دولت افغانستان دیگر نمیتونه ماشین جنگ را مطابق اون چی که دل ما پاکستانی ها پیش بره ای روزها گروه دیگری را تحت همون نام ملا منصور تحت همون نام طالب به رهبری عبدالقیوم زاکر که قبلا در گنتنامو بوده با همکاری مطلقی سراج الدین اقانی و همکاری یک پاکستانی به نام قاری سعید که قبلا رهبری لشکر تیبه داشت بعد از این که لشکر طیبه نامش به لست سیاه رفت حال این گروه به نام جمعیت دعوه در پاکستان یاد بشه یعنی عبدالقیوم زاکر جمعی عبدالقیوم زاکر جمعی سراج الدین اقانی جمعی لشکر تیبه که گفتم اینا چی کردن؟ اینا جبهه ای ساختن تحت نام طالب تحت نام همون الله منصور اما کار دیگه ای که کردن با فشار مولا یعقوب پسر مولا عمر آوردن به نام مسئول 15 ولایت و همچنین البته برادر ناسکه سکه عمر شما میدونید که مالک هم آوردن در شورای صلح بعد از با این آمدن این گروپ جنگ در افغانستان خونینتر داختر و پر ماجرا تر خواهد با خاطر چی مدت چندی شاید ملاباس حمید آخونزاده، ملا عبدالعزیز، قوری دین محمد یک تعدادی که مرای سخته هستند که در دوبه قطر هستند با دولت افغانستان بیارن و بعد از به رئیس جمهور افغانستان بگویند که ما ای را آوردیم حالا که سل نمیشه ما چیکار کنیم؟ بیکفایتی شماست آقای زازای نگاه شما چگونه است؟ آیا پاکستان از گروه وابسته به ملا منصور نمیتونه اکنون بهره ببره و این گروه از دستورات پاکستان سر باز میزنه و به همین خاطر پاکستان در صدد ایوازی این گروه در افغانستان است بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض ادب خدمت بندگان عزیز مهمان عزیز به شما بله ایره خوشبختانه بگویم که طالبایی که زیر چتر ملا منصور بودن و اونا سابق در زیر ساحه یا چتر یا سپورت آیسا یا پاکستان زندگی میکردن و حملات میکردن و مو گروپ خود پیش میبردن اونا حال از آستاستا یا نیمه نیمه از زیر چتر آیسا پاکستان پاکستان برآمدن و اینا ببینن رابط جور کردن با کشورهای دیگه اگر باید داشته باشین که اوازه شد که روسیه و ایران با ملا منصور یا با اعضای گروه ملا منصور ملاقاتا کردن و حتی اوازه هایی بود که شاید از اون طرف اونا سپورت شون. زمانی که اونا سپورت دیگه کشورها را پیدا میکنه اینا آستاستا زیر چتر آیسای و پاکستان میبراین مگر امیر ما باید نگویم که ملا منصور از اونجا رفت در جای خوبی دیگه رفت از او کده شاید حمایت قوی یا اونا قوی تر باشن اگر خدا نخواسته کشورهایی که نام برده میشه اونا حمایتش بکنن شاید خطرناک تر باشن و گروه های طالبا ما از روز اول گفته بودیم که یک گروپ نیست ای گپ نو به ما نیست ای از اول چند گروپ بودن امی ملا رسول روز اول اطاعت نکد از ملا منصور و اگر بیاد داشته باشین پسر ملا عمر و امسنگران ملا عمر هم اطاعت نکردن از ملا منصور اگرچه حیثای پاکستان شورای کویتا هم اگه بسار کوشش کردن که اینا با هم یک جایشان و اطاعت بکنن از ملا منصور حتی در بینشان جنگ شد و آوازه شد که حتی ملا منصور زخمی شد و به اول کشته شد باز گفتن زخمی شده این مسائل بود که در جریان ازمی چند وقتی که زمانی که اعلان خبر مرگ ملا شد در بین طالبا این مشکلات پیدا شد و دیگه استخبارات پاکستان هم بسیار نتانست که دوباره یار منسجم بسازه مثل که سابق منسجم ساخته بود و زیر چتر یا بنام وفات شده که ملا عمر بود اینا را جمع کرده بود مگرم یک چیز دیگر ما باید به با مردم افغانستان و به حکومت افغانستان بگویم که باز هم باید به با این گپ ها ما بازی نخوریم و این فکر نکنیم که فلانه طالب امرای از پاکستان جدا شد و شاید با ما خوب شد و فلانه طالب که کت پاکستان از او با ما خوب نیست طالبایی که علیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان می جنگن. اونا چی که گروه ملا منصور باشه چی گروه ملا رسول باشه چی گروه از پسر ملا عمر یا از امسنگرانش باشه همه گیشان فعلا مخالفین مسئله دولت جمهوری اسلامی افغانستان است ای که اینا را کیها سپورت میکنه از کجا برشان سپورت میه ای واضح معلوم است که کیها میکنن دایی باید ما بازی نخوریم که ولی اینا سه چار گروپ شدن شاید ما دایی فایده بکنیم و مذاکرات هم شما میبینه نمی چار جانبه را چقدر اینا کوشش کردن هم حکومت ما و هم شاید امو کسایی که نظارت میکرد از پاکستان گفته نمیتانه ما از اول مذاکرات یا پیش زی یا قبل از ایت اینا بر ما چی نبودن صادق نبودن شما ببینید مذاکرات چار جانبه به خیال گپش گم شد اصلا روی یکی باید بشینه روی موضوع آقای سیدی سرنوشت گروه مربوط به ملا منصور چی خواهد شد؟ آیا این گروه به دامن کشورهای دیگر برای تداوم جنگ در افغانستان خواهد افتاد و یا نه به پایان عمرش نزدیک شده؟ ببینید انشاها که بعد از مرگ ملا به بین طالبا وجود آمده و جنگهای داخلی را که در ولایت فرا و شندن سازمان دهی کردن به نحو رو ضعیف کرده و از یک طرف داره کدرای عمده مانند سید طیب آقا مثلا و عبدالمنان نیوزی ملا حسن آخوند و, و کی و کی و کی که از منصور جدا شدن اینا ضعیفتر ساخته و همچنین عدم اطاعت پسر ملا عمر و برادرش در اوائل موجی بیزی شده خب الان گفتم برادر و پسر ملا عمر باید کردن اینا با شیوهی که بیشتر من پیشتر کردم گروپی که حاله تحت نام طالبای ملا منصور به ساخته شده اینا با این شیوه آمدن در این حالت آمدن اما در ظاهر امر آیسای ای را تحت نام همی منصور تحت نام همی طالبا دوام میته اما جنگ و دشت رو را عبدالقیوم زاکر سراجدین حقانی لشکر طیبه و سپای صحابه میکنن این میکنه <تصحیح> اما آقای سوزای گفتن این گروه بیشتر آلا در تماس با کشورهای دیگر منطقه است بدون اینا دستهای نه هر بسیار دقیق است یک تعدادی علاقه مندی ندارن که دیگه مطلق از پاکستان اطاعت کنن یک تعدادی دست پا میکنن که به کشورهای دیگه نزدیک شن اما این باعث سیاسی شده که آزردگی خاطر تعدادی از طالبان باعث زیادتر سربازگیری داشت یک تعدادی به طرف داعش رفته یک تعدادی به طرف القاعده رفته و یک تعدادی به کشورهای دیگه تعامل پیدا کردن با محاسبه که استخبارات پاکستان کرده که دیگر من نمیتونم اهدافی اهداف مقرزانه خوده توسط ازینا به منزل برسانم حال گروه دیگری را تحت این نام به زیر ازینا ایجاد کرده و تا یک مدتی به این نام است بلند میشه؟ بعدن وقتی که فهمید که این گروه خوب چاق شده فربه شده آمده مبارزیه شاید بگوی که اختر محمد منصور مرد زاکر رهبر شد بس آقای سیدی در یک پلو پاکستان تبل حمایت از روند صلح افغانستان هم میکوبه اما در جهت دیگر در صدد ایجاد گروه های تازه ای طالبان برای تداوم جنگ در افغانستان است این مسئله چگونه است این چگونه بازی در برابر افغانستان در واقع جریان دارد آقای امان شما میدونین که امتیازات با قوت گرفتم شده نه به پاکستان میدانه که هر قدر من تندوری جنگ گرمتر و دختر نگاه کنم به همون اندازه از امریکایی ها امتیاز بیشتر میگیرم به همون اندازه از افغانستان بیشتر میگیرم یک پلو پلوی دیگی است. پاکستان علاقه داره که در افغانستان حکومتی دستنشونده و قوی داشته باشه من بسیار واضح میگم به مردم افغانستان به همین روزها امریکایی ها انگلیسی ها به فکر ازی هستن که بعد از یک ماه دو ماه دیگه حکومتی در وجود بیای به افغانستان که یک بخشش طالبها ها و گروه های توریستی باشن طالب ها باشن به ای اساس بی اساس بازیها ها در منافع سیاسی یک ذره بعد از چند روز دیگه ای تغییرات خواهد آورد که تصور مردم افغانستان در حال حاضر به او دخیل نیست بله. آقای زاده پاکستان هم به حکومت افغانستان و هم به ایالات متحده آمریکا و حتی چین و دیگر حامیان منطقیش اش تعهد سپرده از روند صلح در افغانستان پشتیبانی میکنه طالبان و میز گفتگاه های صلح میکشانه و دیگر دست از حمایت از این گروه در افغانستان خواهد برداشت این تعهداتش کجا شد حالا از زمستانی بود در زمستان هر وقت تعهد میکنه بخاطر خاطر ازی که راه های مواصلاتی یا راه های چریکی که دشمن های افغانستان اونا میخواین از او سو استفاده بکنن و علیه دولت جمهوری اسلام افغانستان و مردم افغانستان به او راه ها در زمستان اکثرا مزدود می باشه برف و باران می باشه خونک می باشه برای از اونا برای امو کسایی که جنگ میکنن بر ازای یاشا باته برسانن این تعهدات ای تعهدات پاکستان کی بود این تعهدات زمستانی بود ما پیش از پیش ازو در در زمستان بسیار صدا زدیم برای دوستای خود که اینا باز سر از اعتماد نکنین تعهدات زمستانی است اینا که پس متاسفانه ما فصل بهار باید میگفتیم مال فصل جنگ میگن اونا برش نامش نام, نام چهار فصل ما را متاسفانه فصلای جنگ ماندن حاله اینا در فصل بهار اینا باز پس میان نه تعهد دارن و نه در مذاکرات میز مذاکرات حاضر میشن پس من جنگ, جنگ شروع میکنن امور قم شد زمستان سر ما تیر کرد در زمستان واره حمایت کرد واره تمویل کرد تجهیز کرد به سه چهار گروه تقسیمشان کرد ما حالم شک دارم ما حالم میگم که شاید که امی یک آوازی خود امی شبکه استخباراتی پاکستان باشه که بگه والا مولا منصور از ما خفص و رفته و یا مولا فلانی از ما خفص و ما شک دارم سر از این میگم که همگیشان شاید عالم با اتفاق باشه در پشت پرده ور اینجا به خاطر ازی که جامی جهانی رو بازی بده به خاطر ازی که حکومت افغانستان بازی قاضی حال برش میگه که ما از ما بر آمده ملا منصور در سالات ما نیست فلانی در سالات ما نیست چون فصل بهار آمد و بر از فصل است که اونا با آسانی میتونه جنگ بکنه و حملات تروریستی بکنه به او خاطر این تعهداتش که بود تعهدات زمستانی اما این تعهدات ای روان... زمستانی حکومت افغانستان خیلی دلگرم ساخته بود رهبری حکومت وحدت ملی بسیار خوشبین به نظر می رسید خب حکومت افغانستان اه نمیتونه که بگه که ما دیگه صلح نمیکنم و مذاکرات صلح هم ادامه نمیتونم اما نباید فریب پاکستان هم بخوره باید از تجربه بگو. گذشته ایره, ایره باید دیگه ای فکر وان نیستن و نباید شوانم مگر می که گپ شما بازی نخوره ایره دیگه بیخی نمیفهمی دفعه دوم از دفعه بیستم از دفعه صدم است که هم حکومت سابقه ما و هم حکومت فعلی ما را پاکستانیا بازی میتونه بنام ازی که ما مذاکرات میکنیم ما طالب میریم در میز مذاکرات میشانیم زمانی که مذاکرات چار جانبه میفهمه که حال ناظرین بین المللی هم ده هستن و حکومت افغانستان و جامعه جهانی بسیار سرگرم از چار جانبه هستن و منتظر ازی هستن فامیدن که شاید این نتیجه بده اوازن داختن که مولا منصور از ما رفت گپ ما را قبول نمیکنه مولا فلانی از ما رفت گپ ما قبول نمیکنه اون روز به روز مذاکرات چار جانبه را به تعویق میندازه و میگه که مال چی کنم مولا منصور من که من در حالی که ما ما شاید با یقینی بگویم که تمام گروه های طالبان ها فعلا هم اینطور نیست که همگیش از دست پاکستان رفته یک چهار پنج ده نفرش اگر از پیش خفه شده باشه طرف دیگه لینک جور کرده باشه و علی دگه پس مگر حال هم پاکستان میتونه که اینا با میز مذاکره بشونه اگر تعهد درست میکنه در غیر از ما از حکومت افغانستان دیگه خواهان خصوصا از دکتر سبا شفغانی که دیگه اجازه نته که رئیس آیسا و رئیس ارتش از و اونا بین در افغانستان اینجا باش تشریفات گرفته شوه وقت ما رضای کنه و یا وقت رئیس امنیت ملی ما رضای بسازه یا سرپرست و اونجا برن مذاکرات کن، هیچ نتیجه نمیتد این رقم تا که فشار قوی جامعه جهانی سر خود استخبارات پاکستان یا نظام پاکستان نامده باشه ما فکر نمیکنم این ای ای گپ به منزل مقصودش برسه آقای سیدی با این حساب حکومت افغانستان بار دیگر فریب پاکستان خورد در علم سیاست اگر کسی یک مرتبه فریب میخوره نادان است اگر چندین مرتبه فریب میخوره کودن است بنان مشکل سیاست افغانستان مایی است که ما از گذشته تجربه نمی کنیم. دانشمندان سیاست می که بهترین سیاست مداری است که از گذشته بیاموزه و دوباره تکرارش نکنه ولی ما برای که نمی تکرار میکنیم. کنیم حال مشکل دیگری که ما و دولت ما داریم این است که کشورهای غربی که در افغانستان حضور دارند شریفانه براتون میگم همین از اینا با طالبان مذاکره دارن در قطر و نشست دارن میشینن ولی حرف افغانستان از حکومت افغانستان آگاهی نداره داره نمیتونه با دو... خاطر میخوان جداگانه با طالبان گفتگو کنن کشورهای خارجی ارزش ها و مایارهای های و صلابت حکومت افغانستان نزدشون ارزشی نداره ارزشی نداره. نداره خود تصمیم میگیرن به و دو... این گفتگو با چه هدف انجام میشه من ما... مثال میگم یک مثال میگم و حرف شما رو میگم شما شنیدین که گفتن که هر کشور یا هر گروهی که مذاکرات چهارجانبه را تحریم کرد چین و امریکا و ما عملا علیش اقدام میکنیم اقدام کردن شما من یک جورنالیست آگاه و صاحب پاکستان امریکا، روسیه به سال گفتم انگلیس نمیدانند که لانای توریستی اون طرف خط دیورند است خانه اقوانی کجاست گروه این را میدانند حالا چرا مذاکره میکنند بگم شما ازی خطر است که اونها همیشه بدیل میگن یعنی اونها به دوام نظامی موجود این حکمت را بدیلی دائمی نمیدانند میگن باید احتیاطا ما به داشته باشیم به گروه های مخالف تماس داشته باشیم یک تعداد بیاریم یک تعداد نیاریم تا با اشخاص و افراد مختلف تا با گروه های مختلف منافع دراز مدت ما در منطقه تحقق بتانه پیدا کنه آقای زایده واقعا امین گونه جریان بازی جریان دارد در برابر حکومت افغانستان بله ما ما ایره میگم با تایید صحبت های جناب سعیدی سب بیبل تعهدی بود که هر گروهی که با مذاکرات نمیان در میز مذاکرات اشتراک نمیکنن هر سه یا هر چهار مملکتی که در این مذاکرات چهار جانبه بود از اقدام جدی میکنن برای من نشان بتن کدام اقدام جدی کردن عملیات جای اقدام در برابر طالبان در میدان های نبرد با گفته آقای سیدی جداگانه با این گروه در بیرون از مرزهای افغانستان با گفتگو مینچینند کشورهای های خارجی حکومت افغانستان هم هیچ آگاهی نداره خب خب ما میره میگم نه که تعهدات اینا به تعهدات خود نیستن نیست نه تنها پاکستان بلکه ما میتونم که کسایی که در مذاکرات چهار تا ناظر بود چین پای خود چین اصلا پروایش نیست اصلا نمیگه که دمی مذاکرات چار جانبه که ما بودیم و واده را پاکستان با ما داده بود یا طالبی که امرایشان اینا رابطه دارن طالب و سران طالبا به چین هم رفتن و امریکایی ها مشناسشان در قطر که سران طالبان در اونجا میاین مذاکرات میکنن قطر مملکتی است که سایز که آزاد است مستقل است مگرم امریکایی ها ای قدری که در قطر برلاس هستند در افغانستان نیستن در اونجا که طالبا زندگی میکنه در 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 پشاور در کویتا که زندگی میکنه و با چین که رفت آمد میکنه اینا همی همی سه چهار کشور همراشون رابطه داره و همی سه چهار کشور میتونه اونا را بگوید که بیا بیشی در میز مذاکرات فله شک ما سر نه تنها سر پاکستان بلکه سر ما که باز در اینجا با ما تعهد کرده که ما اینا را میشانیم شک ما زنام میه و اینا اگر اینا در میز مذاکرات اونا را با ما نمیشانن خی خیچی پروگرام دارن دمیز مذاکرات نشاندن و تعود کرده بودن که حالا ما اقدام جدی میکنیم نشان بده امی امریکایی که در اینجا ناظر هستند و یا امی وادره کرده بود در کجا امیال عملیات جدی روان کرده علی ازی در پاکستان در افغانستان خب گپ هم که سیاست خارجی ما و امو, امو دوستایی که در بخش میکنه اینا هر وقت متاسفانه یا بازی خوردن و یا نمیفهمن یا را بازی دادن من این میگم که با یک بار که یک موضوع روان شود چهار جانبه گفته شود چرا علی حکومت افغانستان امیر جدی نمیگیره و سفیر امریکا را و سفیر چین نمیخواد که برادر تو امرای مواده کرده بودی چرا اینا را نمیاری در میز مذاکرات این مسائل است که اینا را باید ما جدی بگیریم یک موضوع دیگه که برما در موضوع چی آمدن آمدن حکمتیار سه در در, در یک زمان در داخل میز مذاکرات که میشن این هم برای ما بسیار زیاد هم جالب است و هم شاید یک خبر خوش باشه که اگر اونا اکمتیار سه ای جرأت بکنه و ای اقدام بکنه بیاید در میز مذاکرات و با دولت جمهوری اسلامی افغانستان با رقمی که جرمه جرمه شاید طالبایی که اونا نمیخوان در میز مذاکرات باید و تشویق شوند و ای هم یک اقدام خوب است با دیرم آور شویم و سر حکومت خود فشار بریم که به هر که باشه این مذاکرات چون این مذاکرات بین الافغانی است و ما هر وقت برای مذاکرات بین الافغانی لبیک گفتیم ببین مذاکرات بین المللی ما هم گیش ناقص بوده دمی 14 سال مگر مذاکرات داخلی اگر شوا بسیار خوب میشه اگر این آدم قانع کنه بیا ما میکنم که یک بخش از جنگ و یک بخش از کسایی که سپاس. با صاحب است و طالبایی که به نام می جنگن یا کسایی که به نام می جنگن وام که بین برای رای صلح ما شما بسیار فایده میکنن آقای سیدی برنامه چی است با سرنوشت طالبان چی تصمیم خوا... گرفته خواهد شد آیا این گروه همچنان با تداوم جنگشان در افغانستان ادامه خواهند داد و یا نه درباره تصمیم دیگر گرفته خواهد شد یکی از طرف های سیاست منافست. تا وقتی که کشورهای قریبی و امریکا منافع درازمدت مدت خود را در این منطقه به جنگ ببینن جنگ دوام میکنه تا وقت وقتی که به این نتیجه برسن که جنگ دیگر مفادی نداره صلح به زودی میآیه من دو کلمه بسیار جدی میگم شما شنیدین که در روزها آقای حکمتیار مذاکره داره چون امریکایی به این نتیجه رسیدن که آقای حکمتیار دیگر جبهه جنگی فعالی نداره دیگر به نزد امریکایی ها موره سوخته است وقتی که آقای حکمت رو به اونا مراجع کرد گفتند دیگه ما با شما حرفی نداریم خودت میدونی دولت با این مهره سوخته گفت و گفت چی منفعت برای چی منفعت افغانستان داره؟, داره. حالا اگر همی امریکایی ها مذاکرات رو با طالب قطع کنن با گروه های توریستی قطع کنن پیشوند و هایی که با اونا دارن بگوین که مرجع دولت افغانستان است ما به دولت افغانستان به شما حرفی نداریم بدون همه به مذاکره میان وقتی که قطر وقتی که ملا منصور وقتی که ملا زاکر و دیگران احساس میکنه که امریکا به ما مذاکره کنه میگه قدرتمند امریکا است نیرومند او است آقای کرزه یا مثال آقای قینی کی است که با ما مذاکره کنه یا عبدالله کی است که به ما مذاکره کنه بنان اصلی اصلی متاسفانه که بارها تکرار کردم ریگ اصلی در کفش غربی ها است ولی دولت افغانستان هم ناتوانی های داره شما شاید بگوین که چرا آقای اشرف غنی عبدالله به قربی ها نمیگن چطور گفته میتونن قربی ها به اینا ماش میته تنخوا میده عسکرشان معاش اونانی که نان دارن فرمان دارن این بیچاره هم چی کرده و خیلی کوچک مسئله دیگر هم میخوام پاسخ شما آقای سیدی در اخیر از شما داشته باشم طالبان زمان درگ منطقه نابود میگردن شکست میخورن اما پس از مدت کوتاه دوباره برمیگردن وساحت از دسترفته با... کنترل خود در میارن. نمونه اخیرش هم دند شاهبودین ولایت بغلان چرا این گونه است اول حرکتی که در دند شاهبودین صورت گرفت به طالبا پروتکلی شد مسئول هر کس بود هیچ نام مجازات نشد یک دوم شما میدونید که جنگ ها وقتی خلاص میشه ختم میشه که پشتیوانه لوجیستیکی نباشه پشتیوانه تسلیحاتی نباشه وقتی که طالب برای تداوی خود برای جنگ خود پشتیبانی داشته باشه خاک پاکستان است اگر یک روز خشک میشه سبا ساز میکنه شما یک درختی رو اگر یک هفته با او نمیرسه باز هفته دیگه او برسه پس ساز میکنه بنان وقت جنگ ختم میشه که همی امریکایی ها همی پاکستانی ها کمک های مدی و معنوی خدا صادقانه از نگریه های توریستی قطع کنند و برایشان لانه و خانه و کاشانه ای ندهند سپاسگزارم از سوزورتان در برنامه احمد سیدی آگاه مسائل سیاسی و عبدالقادر زازای وطن دوست نماینده مجلس و از شما بیننده ها هم ممنون در اخیر خبر کوتاه. پس از آن که وزارت داخلی کویت در حکم به نیروهای امنیتی زندان مرکزی اعلام کرد که پوسیدن بینی الپراگ مخالف برجسته کویتی برای فرد استخبارات دو سال زندان دارد جنجال گسترده میان حامیان دولت و مخالفان آن با وجود آمد و بربینی که در کویت و برخ کشورهای عرب و حوزه خلیج فارس امر مرسوم است برای ادای احترام هنگام سلام و احوال پرسی و در برخ کشورها همزمان با دست دادن با یک دیگر انجام می شود بر اساس گزارش رسانه های وابسته به مخالفان کویتی وزارت داخلی این کشور تا اکنون از ارائه هر گونه توضیح در خصوص علت صدور این دستور خودداری کرده است البراک دبیر کل جنبش مردمی مخالفان است در جریان سخنرانی که حدود سه سال پیش در جمع خامیانش داشت و اتهام اهانت به شخص پادشاه به دو سال حبس محکوم شد و ای بر سرنگونی دولت و پارلمان فیلی و احیای دوباره قانون انتخابات پیشین در کویت تاکید کرده است